محمد یونس قانونی معاون پیشین حکومت حامد کرزی مشکلات سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در بیش از یک دهه گذشته برخواسته از نظام ریاستی می داند. این مقام پیشین حکومت نظام کنونی را متمرکز بر یک نهاد می داند و می گوید که نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای انتخاباتی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هیچ کدام مستقل نیستند. در پانزده سال گذشته که تضاد و تقابل بین نهاد مقننی افغانستان و بین ریاست جمهوری از همین ساختار ناسالم نشأت میکرد. شما می که عدم استقلالیت قوی قضایه ناشی از ساختار ناسالم ریاستی یا ریاست نظام متمرکز ریاستی در افغانستان است. این مقام پیشین حکومت نظام ریاستی را ناسالم می داند و می گوید در کار تدوین و تصویب قانون اساسی مداخله های صورت گرفتند و کسانی اجازه ندادند تا نظام مختلط سیاسی روی کار آید. نظام متمرکز ریاستی با شرایط فعلی افغانستان با توجه با بافت و ساختارهای اجتماعی افغانستان تنوع سیاسی و مذهبی افغانستان و خوشبختانه شکل گرفتن یک سرمایه بزرگ که او جامعه مدنی نسل جوان و احزاب سیاسی در افغانستان هست امخانی ندارد حتی یک جناح قدرت در حکومت وحدت ملی 20 درصد هم مشارکت ندارد اه و اه ما هنوز هم تماشاگر این وضعیت هستیم و نظارگر هستیم و یک جناح دیگر به شدت در حال متمرکز ساختن قدرت است یونس قانونی که رئیس پیشین مجلس نمایندگان و نیز معاون نخست حکومت حامد کرزی بود نظام ریاستی را علت پیدایی فساد در افغانستان میداند و میگوید تا هنگامی که رابطه های قومی و سیاسی به گونه روشنی تعریف نشوند افغانستان هرگز به توسعه سیاسی و اجتماعی نخواهد رسید